خوب باید کدهاش مرتب باشه. من توابع مربوط به نحوه چیزمان عناصر رو میارم، همش اینجا قرار میدم. فرقی نداره که کجا باشه، فقط باید ازش استفاده کنید. البته ترتیب قرارگیریش اینجا مهمه ها، این رو حالا با مثال براتون توضیح میدم. فقط من اینا رو اینجا کپی کنم، اینا رو هم کنار هم قرار بدم به این شکل. دقت کنید من الان این رو اجرا کنم، مثل همون حالت اولیه هست. اول لیبل رو میبینیم، بعد کادر ورود داده رو میبینیم، بعد دکمه رو میبینیم. حالا اگر من بیام مثلا دکمه رو بیارم بین لیبل و کادر ورود داده، ببینید چه اتفاقی میفته. به ترتیب باز نمایش داد، لیبل، بعد دکمه، بعد کادر ورود داده. پس ترتیب قرارگیری این کدها اینجا مهم هست. برگردوندم به حالت اولیه، اون حالتی که مد نظرم بود. خب دوباره برنامه رو اجرا کنیم. ما میخوایم چه اتفاقی بیفته؟ میخوایم اینجا کاربر مثلا شهر تهران رو وارد کنه یا هر شهر دیگری، روی دکمه دریافت کلیک کنه و اطلاعات رو اینجا ببینه. وقتی روی دکمه دریافت کلیک کرد اطلاعات رو ببینه. برای اینکه اطلاعات رو ببینه دقیقاً ما باید از همون کدهایی که توی قسمت قبل استفاده کردیم بیایم دوباره استفاده کنیم. نیاز هست که وقتی کاربر رو این دکمه کلیک کرد چه اتفاقی بیفته؟ اون صفحه وبی که اینجا داریم لود بشه، بعد فرمت جیسون تبدیل بشه به یک فرمت قابل فهم برای پایتون یا همون دیکشنری، بعد از داخل اون دیکشنری اطلاعات مورد نیازمون رو در بیاریم، همون مراحلی که توی قسمت قبلی انجام دادیم. فقط اینجا ما باید برای این دکمه یک تابع تعریف کنیم که وقتی کاربر رو این دکمه کلیک کرد اون تابع اجرا بشه و کارهای مد نظر ما رو انجام بده. خب برای اینکه من یک تابع رو به دکمه یا باتن نسبت بدم، اینجا یک ویژگی داریم توی کلاس باتن به نام کامند. ما اینجا نام اون تابعی که میخوایم وقتی روی دکمه مورد نظرمون کلیک کردیم اجرا بشه رو وارد میکنیم. مثلا یه تابع با نام سند میخوام تعریف کنم. اینجا اگر بگم مثلا دف سند، تابعم پرانتز رو داره دو نقطه، حالا یه دستوری مثلا پرینت کن برام ایو. خب من تابع رو تعریف کردم ولی تابع رو نمیشناسه. دقت کنید ارور میده، میگه من سند رو نمیشناسم. حالا دقت کنید چه اتفاقی میفته اینجا. من این سند رو میام از اینجا برمیدارم، کجا قرار میدم؟ بالای جایی که اون باتن رو تعریف کردم. الان دیگه اروره برطرف شد. یعنی شما تابعی که میخواید به یک دکمه نسبت بدید باید بالای اون دکمه اون تابع رو تعریف کنید، بالای جایی که اون دکمه رو ساختید، اون ویجت رو ساختید باید تعریف کنید. حالا فاصله اینجا زیاده بین کدا، میاریم اینجا. اینجا فاصله میخواییم دیگه، میخواییم کلن با تابع سند از این به بعد کار کنیم. قسمت مهم کار ما همین نحوه عمل کرده تابع سند هست، این رو هم برداریم. خب توی مرحله اول وقتی کاربر روی دکمه دریافت کلیک کرد باید چک کنیم که اون شهری که کاربر وارد کرده وجود داشته یا نه. ابتدا اجازه بدید من یه سری از این کدها رو بیارم، اینا رو کپی میکنم اینجا، همین بالا کپی میکنم. اینا رو نیاز داریم دیگه. فقط دقت کنید دیگه اینجا من نمیخوام از محیط کنسول ورودی رو دریافت کنم. این سیتی نیمی که اینجا هست دیگه برای من کاربردی نداره. من میخوام از همون TXT سیتی نیمی که اینجا ساختم استفاده کنم و نام شهری که توی اون کادر ورودی توسط کاربر وارد شده رو به این آدرس بچسبونم. این رو هم میاریم کجا؟ این رو هم میاریم اینجا. خب سیتی نیم رو باید تعریف کنیم. میگم سیتی نیم مساوی است با txt سیتی نیم قبلا ساختیم دات get. یه متد داره به نام get که میاد اون متنی که وارد کردیم، این رو با سی کوچیک بنویسم تا مثل این یکی بشه. خب متد get میاد و اون متنی که ما توی کادر ورودی داده وارد کردیم رو برامون دریافت میکنه و توی متغیر سیتی نیم ذخیره میکنه. الان اون متن رو اینجا به آدرسمون چسبوندیم و خیلی راحت میتونیم الان URL رو لود کنیم و اطلاعات رو دریافت کنیم. برای لود کردن URL که ما گفتیم از کتابخونه request استفاده میکنیم، دقیقا مثل کدی که قبلا نوشتیم من اینا رو مینویسم. توضیحات کاملش رو هم قبلا براتون گفتم. پس ما فقط اینجا ازش استفاده میکنیم. میگیم result request.get
URL رو برام لود کن. وقتی URL رو لود کردی، اطلاعاتی که توی فرمت جیسون اینجا داری رو تبدیل کن به یک فرمت قابل فهم برای پایتون. دیتا مساوی است با result.json. از متد جیسون برای این کار استفاده می‌کنیم. یک دیکشنری با نام